جلسه شش و امر لا صالح که زبان زده آموخاض شده است در یکی از نشست ها از نیروی مسلح سایه و زیرزمینی پرده برداشته شده که سرگرم حل دعواهای حقوقی با استفاده از سلاح و زور در کابل هستند این نیروی زیرزمینی ظاهرا تا مجلس نمایندگان هم ریشه دوانده است امرالله صالح میگوید که محافظان میرویس حسین خیل عضو مجلس با یورش به سرای هزارگل در شهر کابل میخواستند فردی را برو که با درگیری همراه شد و فرد زخمی شده کارت محافظان این عضو مجلس را با خود داشت. به گفته آقای ساله محافظان شماره از چهره های سیاسی و نمایندگان با گرفتن باج و رشوه دست به ترساندن طرف های دعوای حقوقی میزنند. تا که در کشور قانون هست قانون به شکل درست عملی نشه و مجرمینی که گرفتار میشه کسی کار خلاف انجام میده اونها را به جزای مالشان رسانه فکر نمی کنم این مشکلات حل شود میر وایز حسین خیل عزیز از هره نظر خودداری میکند اما نزدیکانش میگوین که آقای حسین خیل از این موضوع آگاهی نداره نمایندگان مجلس هم میگن که جرم عمل شخصی است و نمیتواند مسداق همه عضوهای مجلس باشد جرم یو شخصی عمل ده دا. نوبه دای غچاسه کار کله د عدلی قضیه اورګنو زماری پی کی دومله مرسال د دا کولی ول دی وایز ټول پارلمان وکیلاند سه کارږي اما آیا بر اساس قانون عضوهای مجلس نمایندگان در برابر انجام جرم مسئولیت قضایی دارند؟ اگر عضو شورای ملی مرتکب جرم میشه اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتانه فقط تفاوت ای است که اگر جرم ایجاب توقیف بکنه نیاز به اجازه مجلس مربوط است با این حال به گفته شهروندان بسیاری از نابسامانی ها در پایتخت همچون دزدی های مسلحانه، باجگیری از بازرگانان و ساخت و سازهای غیرقانونی پشتیبانی زورمندانی را دارد که به گونه‌ای در دسترخان قدرت شریکند.